این هفته استفاده از فناوری برای در دسترس بودن، دنبال کردن مبتلایان و تماشای هنر. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. بسیاری از افراد به طور خاص در مقابل ویروس کووید 19 یا کرونا آسیب پذیری بیشتری دارند. افرادی مثل سالخوردگان. تلاش خیلی از کشورها این بوده که اونا را از گزند خطر دور نگه دارند. بنابراین در دورانی که قرنطینه است و بیشتر مردم هم خونه نشین شدن، اونها تنها تر میمونند. این را باید در نظر داشت که فناوری تونسته نقش بسیار مهمی ایفا کنه در سرگرم کردن مردم و در مرتبط نگه داشتن اونها. تقریبا در همه کشورها نگرانی برای ساکنان خانه‌های سالمندان بیشتر از قبله. خیلی از سالخورده‌ها کرونا می‌گیرن و به خاطر قرنطینه عزیزانشون هم نمیتونن بهشون نزدیک بشن. در بلژیک 60 زوروبات به همین منظور در نظر گرفتن که میرن به خانه‌های سالمندان و ساکنان رو در دوران قرنطینه سرگرم می‌کنن. بزرگترین مشکل قرنطینه همینه. از خانواده هاشون دورن، اجازه ندارن برن بیرون ببیننشون یا دستشون رو بگیرن. در نتیجه ما هر کار میتونیم داریم میکنیم که با خانواده هاشون ارتباط داشته باشن. در هلند هم ربات مشابهی داشتن به اسم سارابات که پیش از کرونا هم میفرستادن خونه های سالمندان، ولی الان شرکت سازنده گفته هر کی بخواد میتونه یک ماه رایگان آزمایشش کنه. سارا رفته یک چرخی تو اتاقها بزنه. در همین حال میان میاره 95 ساله با تبلتی که توی اتاقش گذاشتن با کارکنان اینجا حرف میزنه، ولی کلن با سارا خیلی وقت میگذرونه. Eerst verschuldigd, maar aan de rand vond ik ze echt gezellig. Het schat van een mens. Van een robot. Van een robot, ja. و امروز برای اولین بار سارا داره به طور آزمایشی میره سراغ یکی از کسانی که کرونا گرفته و حالش وخیمه. On Thursday we got a phone call of one of the care homes. پنجشنبه از یکی از خانه های سالمندان زنگ زدن، گفتن یه بیمار کرونایی داریم. گفتن داستان خیلی غم انگیزه چون مشخصه که زنده نمیمونه. بنابراین خیلی عجله داشتن. گفتن میشه یه ربات برامون بفرستین؟ ما هم روز بعدش رباتو فرستادیم. در بریتانیا هم NHSX که در واقع واحد اختراعات نظام درمانی بریتانیا است، دنبال راهیه که با فناوری به مشکل انزوای سالمندان کمک کنه و خانواده ها رو به هم برسونه. یک طرح آزمایشی هم با ابزار پورتال فیسبوک در حال اجراست، هم در بیمارستان ها هم در خانه های سالمندان. خانه سالمندان CHD در استان ساری پیش از بحران کرونا هم از این پورتال استفاده می کرد. اسم طرحشون رو گذاشته بودن پدر بزرگ یا مادر بزرگ خاندگی، یا چیزی مثل فرزند خاندگی. داوطلب ها زنگ می زدن با کسانی که در خانه سالمندان بودن حرف می زدن. چند هفته پیش به خاطر کرونا فراخوان دادن تا داوطلبان بیشتری جذب کنند. باورمون نمیشد چنین جوابی بگیریم. 70,000 نفر از همه جای دنیا داوطلب شدن. غیر قابل باور بود. به نظرم مایه خوشحالیه که ممکنه برای یه مشکل کاملا انسانی راه حل فناوری پیدا بشه. به این علت که من به قابلیت فناوری ایمان دارم و الان در وضعی هستیم که نمیشه منکر کمک فناوری به بهبود کیفیت زندگی افرادی شد که در شرایط بسیار سختی قرار گرفتن. بعضی از این راه حل‌ها احتمالاً بعد از دوران کرونا هم به طور دائمی برای مراقبت از بستگان سالخورده به کار گرفته میشن. با این حال هر کسی که با ما صحبت میکرد میگفت دلش میخواست حضوری همدیگر رو میدیدیم. از این جهت باید به این موضوع فکر کرد که جایگزینی انسان چه تأثیری بر آینده این گونه خدمات و به طور کلی بر آینده جامعه میگذاره.
در حالی که ویروس کرونا در حال پخش در دنیا بوده و هست، بعضی دولت‌ها اپلیکیشن‌هایی را انداختن که برخورد افراد رو ردیابی می‌کنه و امیدوارند به کنترل ویروس کمک کنه. مثلا در اسرائیل اپلیکیشن شیلد موقعیت شخص رو ثبت می‌کنه و اطلاعات رو روی موبایل همون شخص ذخیره می‌کنه. در سنگاپور اپلیکیشن تریس توگذر قرار همین کارو بکنه، ولی برای ردیابی گوشی کسایی که اون حوالی بودن از بلوتوث استفاده میکنه. بعضیا معتقدن این شیوه با حفظ حریم شخصی افراد سازگارتره. من اپلیکیشن رو دانلود کردم که اگه موردی نزدیکم بوده با خبر بشم. ضمن اینکه اگه خودم هم مبتلا بشم میتونن به دیگران خبر بدن. تا پیش از راه افتادن این اپلیکیشن ها ردیابی برخوردها دستی انجام میشد. حال شخص باید به اندازه کافی خوب باشه که جواب سوالهای شما رو بده. باید با جزئیات بگه کجاها رفته و چه کارهایی کرده. خیلی وقتها آدم جزئیات یادش نمیاد. هرچی اطلاعاتمون ناقص‌تر باشه، کنترل این همه‌گیری سخت‌تر میشه. کشورهای زیاد دیگه هم به فکر راه انداختن اپلیکیشن ردیابی برخوردند. بریتانیا دنبال گزینه‌ای شبیه مال سنگاپوره، ولی اتحادیه اروپا میگه بهتر یک اپلیکیشن باشه با اولویت حفظ داده‌های شخصی کاربران. این تصویرسازی‌ها مال شرکتی به نام تکنونیکس. اینجوری بوده که 700 هزار گوشی رو در نیویورک انتخاب کردن و دو روز دنبالشون کردن تا ببینن در عرض دو روز این آدما تا کجا رفتند. از شرق به غرب آمریکا. این یکی ایتالیاست. ببینید تا آخر ماه مارس چقدر آدم از ایتالیا اومدن به بریتانیا. بنابراین هدف ردیابی برخورد اینه که ببینیم کووید 19 چطور با جابجایی آدم‌ها پخش میشه. بعضی دولت‌ها از این اطلاعات استفاده می‌کنند تا ببینن مردم در دوره قرنطینه چقدر اینور اونور میرن و این اطلاعات رو مستقیم از اپراتورهای بزرگ موبایل می‌گیرن. یکی از کشورهایی که این کار داره توش انجام میشه نروژه. اسلو 700 هزار نفر جمعیت داره و در حالت عادی شهر زنده‌ایه، ولی اینجا هم مثل شهرهای دیگه دنیا قرنطینه اعلام شده بود تا که گسترش ویروس رو کند کنند. اما نکته مهم این بود که ویروس بیرون از پایتخت چطور در بقیه کشور پخش میشه. تلنور بزرگترین اپراتور موبایل نروژه. حدود 80% کل ترافیک داده‌ها از زیرساخت‌های این شرکت می‌گذره. پس حدوداً می‌دونه هر موبایل در طول روز کجاست. تلنور داده‌های مربوط به موقعیت کاربرها رو میده به مؤسسه بهداشت عمومی نروژ که از روش گسترش کووید 19 رو ردگیری کنه. در سیستم ما تقریباً در هر لحظه می‌دونیم کاربرها کجان. بنابراین اصل ماجرا اینه که بفهمی جمعیت به طور کلی و نه یک کاربر چجوری داره حرکت میکنه. اگر شکل جابجایی مردم رو بفهمی، بالقوه میتونی بفهمی بیماری چجوری داره در کشور یا حتی بین قاره ها پخش میشه. مؤسسه بهداشت عمومی نروژ داده های تلنور رو با اطلاعات دیگه‌ای که از کووید 19 داره ترکیب میکنه و با مدل های ریاضی گسترش ویروس رو شبیه سازی میکنه تا پیش بینی کنه در هر منطقه احتمالاً چه تعداد مبتلا میشن و کی. ما اطلاعات کسانی رو که از آغاز این اپیدمی در بیمارستان‌های نروژ بستری شدن داریم و داده‌های مواردی رو که از بیرون به نروژ وارد شدن رو هم از آغاز اپیدمی داریم. در نتیجه میتونیم توی این مدل مثلا محدودیتی رو برداریم، مدرسه رو باز کنیم یا ببندیم یا کارهایی مثل این و با استفاده از مدل بفهمیم چه اقدامی چه تأثیراتی داره. در درجه اول برای 3 هفته آینده پیش بینی میکنیم. میخوایم ببینیم احتیاجاتمون از نظر تخت بیمارستانی یا مراقبت‌های ویژه چی خواهد بود. این نکات برای برنامه‌ریزی در خدمات درمانی خیلی مهمه. نه فقط برای اپیدمی که به طور کلی برای بهداشت عمومی و اقتصاد و جامعه. مهمه که بتونیم با مدل سازی بهتر از اون چه در اپیدمی ها یا پاندمی های پیشین ممکن بوده باهاش مقابله کنیم یا بهتر مدیریتش کنیم. و البته موضوع حفاظت از اطلاعات شخصی افراد یکی از بزرگترین دغدغه هاست، حتی در یک بحران بین المللی. ما در مورد حریم شخصی بسیار محتاطیم و چیزی که بسیار نگرانمون میکنه اینه که بشه افراد رو از روی این داده ها شناسایی کرد. ما فقط گروه های بزرگتر از 20 نفر رو میشماریم
چون معتقدیم شناسایی تک تک افراد در گروه های بالای 20 نفر بسیار بسیار سخته. این اولین بار نیست که تلنور داده های تلفن همراه رو برای ردگیری گسترش بیماری به کار گرفته. موارد قبلی در بنگلادش بوده برای ردگیری مالاریا و در پاکستان برای ردگیری تب دنگی. دولت ها به کمک این مدل ها میتونن آماده بشن و واکنش مؤثرتری نشون بدن. همه جای دنیا از بریتانیا و اتریش گرفته تا اسرائیل و آمریکا دولت ها در تلاشند که با اپراتورهای موبایل همکاری کنند و مدل های شبیه مدل نروژ پیاده کنند تا هم برای گسترش ویروس آماده باشند و حتی اگه بشه مهارش کنند. در ایران اپلیکیشن ماسک از مدل چین و کره جنوبی استفاده کرد تا نقشه نقاط پرخطر رو نشون بده. به این شکل که اگه یکی از افرادی که اخیراً ملاقات کردید مبتلا به کرونا شده باشه مطلعتون میکنه. کاربران باید به طور روزانه وضعیت سلامت خودشون رو وارد کنند و احتمال ابتلاشون به کرونا رو بسنجند. هرچه تعداد بیشتری از شهروندان از اپلیکیشن استفاده کنند، نقشه ابتلا دقیق‌تر خواهد بود. با این حال کسانی هستند که دغدغه حریم شخصی دارند و نمی‌خوان که موقعیت جغرافیاییشون با اپ دنبال بشه. در چنین مواردی شاید استفاده از ابزارها، اپ‌ها و سایت‌هایی که اطلاعاتی از کاربر نمی‌گیرند بتونه خیالشون رو کمی راحت‌تر کنه. اپ مسیریاب نشان در ایران با افزودن لایه‌ای به نقشه که نشون دهنده نقاط پرتردد افراد پیاده است، مناطق رو با رنگ‌های مختلف نمایش میده تا به کاربر کمک کنه از این نواحی دوری کنند. این داده‌ها به طور ساعتی به روز رسانی میشن. سایت‌های دیگه‌ای هم در این دوره تلاش کردند تا آمار رسمی رو به صورت قابل فهم بر روی نقشه بیارن. از جمله سایت 31 که بخش ویژه‌ای برای آمار در ایران و داده‌کاوی در این زمینه راه اندازی کرده، یا سایت دیدبان کرونا در افغانستان و سایت آسان خدمت بازم برای افغانستان. هنوز کرونا داره در دنیا میتازه و هنوز دولت‌ها و مردم درگیرشن. شاید این ویروس باعث بشه از این به بعد ابزار جدیدی در دست مردم قرار بگیره تا بتونن از ابرداده‌های مربوط به بیماری‌ها استفاده کنن و خودشون رو تا حد ممکن از خطر دور نگه دارن. این هفته برای اولین بار توییتر روی یکی از توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار صحت‌یابی زد. در مقابل ترامپ هم تهدید کرد شبکه‌های اجتماعی که به قول او صدای محافظه‌کاران رو خاموش می‌کنن خواهد بست. اگر 10,000 ترانه برای شما کافی نیست، خدمات اسپاتیفای دیگه این محدودیت رو از بایگانی آنلاین کاربرانش حذف کرده. به زودی کاربران میتونن تا دلشون بخواد آهنگ انتخاب کنن. و اگر در قرنطینه مصرف تلویزیونتون بالا رفته، شاید بخواید سیستمتون رو به این تلویزیون 8K هولوگرافیک بروز کنید. این نمایشگر که توسط شرکت لوکینگ گلاس درست شده 32.2 میلیون پیکسل داره و طوری طراحی شده که تصاویر رو بدون نیاز به عینک سه‌بعدی نشون میده. با اینکه این روزها احتمالش کمه، ولی اگر سوار کشتی باشین، آیا به یک الگوریتم اعتماد میکنین تا در صورت افتادن در دریا بهتون کمک کنه؟ محققان ETH زوریخ و MIT به یه الگوریتم رسیدن که میتونه جای غوطه خوردن فرد رو در دریا دقیق‌تر پیش بینی کنه تا عملیات جستجو و نجات سریع‌تر پیش بره. و در آخر، در حالی که برخی از ما به زور وقت آزادمون رو تو خونه پر میکنیم، یه دیولوپر رباتی برای همصحبتی با خودش ساخته. مهندسی به نام شاراتنایک ایوان رو با استفاده از یه کامپیوتر رزبری پای درست کرده که با دستیار شخصی گوگل کار میکنه. ایوان میتونه عواطف رو شناسایی کنه و احساساتش رو نشون بده، ولی در حال حاضر نمیتونه تو خونه دنبالتون راه بیفته. اومدم به شهر هیستینگز، شهری که به خاطر تاریخ و قلعه و پرده‌نگاری‌های قرون وسطاییش معروفه. اومدم همین جاذبه‌های فرهنگیش رو ببینم، ولی نه اونجوری که فکر می‌کنین. دارم وصل میشم به هیستینگز. هیستینگز جنوب لندنه و الان که در دوره قرنطینه ایم اجازه ندارم از لندن خارج شم. بنابراین از راه دور شهر رو می‌گردم، از درون یه ربات. به هیستینگز معاصر خوش اومدید. این پروژه کار مشترک یک گالری در هیستینگز و آزمایشگاه روباتیک بریستوله.
هدف پروژه اینه که این ربات به جای ما بگرده تا بدون اینکه از خونه بیرون بریم آثار هنری رو ببینیم. راهنمای امروز لیز گیلمور، مدیر گالریه. بریم ببینیم چی میشه. گذشته از رانندگی بعد من، هدف این پروژه فقط این نیست که بازدید کننده مجازی به گالری جذب کنه. این فناوری چند وقتی هست که در کنفرانس ویدیویی به کار میره، ولی تا حالا در گالری های بریتانیا استفاده نشده بود. بنابراین ما از فرصت استفاده کردیم. یکی از اعضای هیئت امنای ما یک هنرمند دارای معلولیت که از مدتی پیش این فناوری رو برای ارتباط با دیگران و شرکت در جلسه ها استفاده میکرده. به واسطه ایشون از بریستول روباتیک اجازه گرفتیم که رباتشون رو مدتی به طور آزمایشی در گالری استفاده کنیم. تنها چیزی که من میبینم یه صفحه مرورگره و یه بازه زمانی مشخص که برم تو گالری. از هر جهت که نگاه کنین، اینجور تورهای رباتی در مقطع فعلی خیلی مفیدن. ولی بعد از کرونا که گالری ها باز بشن چی؟ از نظر دسترسی به آثار هنری، خب بعضیا امکان مالیش رو دارن و میرن ونیز یا میرن موزه لوور در پاریس، ولی هر کسی این امکان رو نداره. هدف این پروژه در اصل اینه که افراد بیشتری بتونن از تماشای آثار هنری لذت ببرن، به ویژه کسانی که در حالت عادی امکان بازدید از این جور آثار هنری رو ندارن. از این گذشته چنین پروژه‌ای میتونه آدم‌هایی با فرهنگ‌های متفاوت رو با روش‌های مختلف به هم نزدیک کنه. خیلی جالب بود. همین الان از گالری برگشتم. واقعیتش اینه که فرق زیادی با مکالمه تصویری نداره. یکم ظریف‌تره و تمیزتره. ولی اینکه میتونی خودت واسه خودت بچرخی و تماشا کنی خیلی جالبه. به اصطلاح همه سوراخ سنبه ها رو میتونی بگردی. این روزا دوربین های مداربسته همه جا هستن. بسیار از اونها ادعا میشه که برای کنترل ترافیک به کار میرن. رو در و دیوار همه جا نصبشون کردند. این دوره که دوره کرونا هست و ترافیک هم چندان زیاد نیست، فرصت مناسبی بود برای اینکه استرالیا نسل جدید دوربین‌های مداربسته خودش رو آزمایش کنه و رانندگان متخلف رو به دام بندازه. این روزها مردم بیشتر از قبل در حال رانندگی از موبایلشون استفاده می‌کنن. چند هفته پیش دوربین‌های تشخیص موبایل بعد از یکی دو مرحله آزمایش رسماً در جاده‌های ایالت جنوب شرقی استرالیا نصب و راه اندازی شدند. این دوربین‌ها راننده‌های سهل‌انگار رو در حال ارتکاب به جرم، یعنی موبایل به دست، شکار می‌کنند. You can stop it or cop it. جریمه‌اش حداکثر 457 دلار استرالیا است و 10 امتیاز منفی هم روی گواهینامه‌شون ثبت میشه. Now people can't be separated from their mobile phones. خیلی ها حتی یه لحظه هم نمیتونن از موبایلشون جدا بشن. در یه دهه گذشته این رفتار خطرناک تو جاده ها بیشتر شده و راهی نمونده جز اینکه جلوی خطر رو بگیریم. برای اینکه احتمال تصادف کسی که موبایلش دستشه 4 برابر بقیه است و اگه در حال پیامک فرستادن باشه که احتمالاً تصادف به مراتب بیشتر میشه. دوربین های جدید رو موقتاً در محل های نامشخص کار میذارن. امید اینه که اینجوری بیشتر از گشت پلیس راننده های خاطی رو گیر بندازن. در حال حاضر اجرای قانون منع استفاده از موبایل خیلی سخته. سامانه ای که پشت سر منه به طور خودکار تک تک خودروهایی که از اون نقطه رد میشن رو بررسی میکنه در تمام شبانه روز در هر هوایی و بعد به طور خودکار اکثریت رانندگان رو که بدون مشکل در حال ترددند فیلتر میکنه. طرز کار سیستم اینجوریه که 3 عکس مادون قرمز میگیره و عکس رو میده به یه الگوریتم مخصوص که خلافکارها رو تشخیص میده. لیانی یکی از هزاران نفریه که خطر تصادف رانندگی رو با پوست و گوشت لمس کرده. وقتی جوانتر بود با یک کامیون تصادف کرده. My spinal cord has been severed totally. ستون فقراتم داغون شد. هنوز جراحات جدی دارم. به خاطر اون تصادف ویلچر نشین شدم و تا آخر عمر باید روی همین صندلی بشینم. This is for the rest of my life.
او در آکیوسنسس عکس‌ها رو بررسی می‌کنه. تصمیم نهایی این که آیا راننده واقعاً داره از موبایل استفاده می‌کنه یا نه با اونه. حالا چند دقیقه اون تکس یا اون پست فیسبوکی رو نگاه نکنی چیزی نمیشه. بسیار کار زشتی میکنه این آقا. بی خیاله. 95% عکسهایی که دوربین میگیره یک راست میره تو سطل آشغال. صرفا حدود 5% عکسها میرسه دست کسایی مثل لیانی. عکس ها رو میبرن و تار میکنن که فقط راننده معلوم باشه. نکته جالب اینجاست که در فاصله اجرای آزمایشی این طرح و فرستادن نامه اخطار به مردم، نرخ این خلاف کمتر از نصف شد. بنابراین مشخصه که این کارزار، نفس این که مردم میدونن با این فناوری جدید در راه ها حضور داریم، باعث شده خلاف کمتر بشه و در نتیجه جاده ها ایمنتر بشن. احتمالاً در آینده نزدیک این دوربین‌ها همه جا نصب میشن. همین الان در هند هم داره آزمایش میشه و میخوان اگر بشه سراغ آمریکای شمالی هم برن. خلاصه اینکه دفعه بعد که خواستین پشت فرمون پیامک بزنین، یاد این بیفتین و بذارینش کنار. قرنطینه که شروع شد همه گفتن که اخ جون کار از خونه چقدر کیف داره، چقدر خوش میگذره. اما یک کم که گذشت نه حالا اونطوری هم نیست. بعضی وقتا اصلا بازدهی آدم اونقدری بالا نیست. مثلا وقتی که تلفن یا ویدیو کنفرانس داریم خیلی وقتا اتفاقاتی پیش میاد که حواس آدم رو پرت میکنه. ما گفتیم که بهتر تجربه خودمون رو باهاتون در میون بذاریم که چطور میشه بازدهی کار از خونه رو بالا برد. در دوران کرونا زوم ناگهان محبوب شد. خیلی از کسانی که در قرنطینه بودند با زوم با بقیه ارتباط برقرار می‌کردند. با این نرم افزار تا 100 نفر می‌تونن همزمان در یک جلسه شرکت کنند. یکی از ویژگی‌های بامزه زوم پس‌زمینه‌هاشه. می‌تونی پس‌زمینه رو هر چی که بخوای بذاری. هم فضای جلسه رو قشنگ‌تر می‌کنه، هم اگه نخواستی کسی خونت رو نمی‌بینه. یک قابلیت دیگه هم داره به اسم تاچاپ که روی فید دوربین فیلتر میذاره و تصویر رو نرمتر و قشنگتر میکنه. متاسفانه محبوبیت فوق‌العاده زوم باعث شده هکرها هم بهش علاقمند بشن. در هفته‌های گذشته کارشناسان امنیت اینترنت متوجه شدند تعداد سایت‌های جدیدی که توی اسمش کلمه زوم داره یهو زیاد شده. طبعاً خیلی از این سایت‌ها میتونه برای کلاهبرداری باشه. بنابراین حتما دقت کنید تا نشونی سایتی که وارد می‌کنید درست باشه. اگه اهل فهرست درست کردنید، اپلیکیشن تودویست رو از دست ندید. با این فهرست دیجیتال میتونید برنامه‌ریزی کنید، کارهاتون رو مشخص کنید و برای مهلت تحویل کار اولویت‌هاتون رو تعیین کنید. یه نسخه رایگان هم داره که تا 5 نفر میتونن برای حداکثر 80 پروژه ازش استفاده کنن. نسخه پولی کار حداکثر 25 نفر و 300 پروژه رو راه میندازه. ضمن این که میتونید توش یادآوری و نظر هم بگذارید و حتی فایل بارگذاری کنید. یک نکته مهم دیگه در بازدهی کار اینه که حواستون به وقت باشه. اپلیکیشن تاگل کارش همینه. زمانی رو که صرف هر کار میکنید ثبت میکنه. زمانهای ثبت شده رو میشه بر اساس پروژه و مشتری دسته‌بندی کرد. نسخه رایگانش برای گروه‌های حداکثر 5 نفر است. در نسخه پولی با گروه‌های بزرگتر هم میشه همین کارو کرد. ضمن اینکه امکان یادآوری و تعیین ساعاتی رو که بابتش پول پرداخته میشه هم داره. به علاوه ابزارهای مدیریت پروژه و مدیریت نیروی انسانی. خب به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه را در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد بدرود و خدا نگهدار.